17ام ربیع الاول برابر است با ساروز میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام در چنین روزی شیعیان در سراسر سر جهان به شادی و سرور میپردازند اما در این میان نگاهی گذرا به فعالیت ها و مجالس برگزار شده توسط مقلدان و مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی دامزلو نشان میدهد مقلدان معظم الله با پیروی از رهنمودها و توصیه های معظم الله در سالروز میلاد مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام سنگ تمام گذاشته و این روز را به نحو احسن گرامی داشتند علی اکبری گزارش می‌دهد افتام ربیع الاول 1443 به مناسبت خجسته سال روز ولادت سراسر نور حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و و ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیت مکرم مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظل العالی در شهر مقدس قم با حضور عموم مؤمنان و شیعیان قردن نور و سرور بود به همین مناسبت جمعی از محبان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام اعم از علما و فضلا فعالان فرهنگی و شخصیت های رسانه ای اخشار مختلف جامعه و زوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها با حضور در بیت مرجعیت شیعه این روز فرخنده را گرامی داشته و فرج و ظهور امام زمان ارواح و نافدارا از خدای متعال مسئلت نمودند. از سوی دیگر مجلس شادی و سرور اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در حسینی حوزه علمی زینبیه از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در منطقه سید زینب سوریه با حضور سطح شیعه عراقی، سوری، لبنانی و برخی دیگر کشورها برگزار شد. در این مراسم تعدادی از پیروان اهل تصنن سوریه نیز حضور یافتند. در همین حال مسجد و حسینی آل یاسین از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر سیدنی پای تخت استرالیا به مناسبت فرا رسیدن سال روز میلاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مراسم جشنی به زبان انگلیسی برگزار کرد. مقلدان حضرت آیت الله العظما شیرازی دامزلو در کشور ماداگاسکار نیز در مرکز اهل بیت علیه السلام در شهر ماجنگا گرد هم آمده و مراسم جشنی برگزار کردند مؤسسه فرهنگی خیریهای حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کازمین نیز از دیگر مراکزی بود که مراسم جشن سالیانه خود را با حضور جمعی از مؤمنان و خادمان حسینی برگزار نمود. دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا نیز میزبان حضور صدها تن از مقلدان و شیعیان عاشق پیامبر صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام بود که برای عرض تبریک به مسئولان این دفتر در محل آن حضور یافته بودند.